بی تو بی تو مهتاب می رود از شب، بی تو بی تو باران می سوزد از تن. من ماهور هستم، خواننده، موزیسین و آهنگساز. به زندگی من خوش آمدید. Yes, please. معمولا ما صبح‌ها با انتخاب همسرم یا اینجا میشینیم یا توی آشپزخونه. اگر فقط من و استینا باشیم توی آشپزخونه میشینیم برای صبحونه. استینا در از اسمش کریستیناست ولی همه خانواده استینا صداش میکنن. من فکر میکنم خیلی باهوشه که چندین زبون رو خیلی سریع صحبت میکنه، به خصوص فارسی رو خیلی سریع یاد گرفت. تو خونه همیشه وقتی که میخواد از احساس صحبت کنه بیشتر از لغت فارسی استفاده میکنه، چون دستش بازتره. مثل کلمه نوشه جان که خیلی براش جالبه که ما همچین کلمه‌ای داریم که شما یه چیزی رو میخوری این به گوارای وجودت بشه، مثلا خسته زبون یا خسته نباشه، به دست شما درد نکنه. دو سال اولی که ما ازدواج کردیم من غذا میپختم، درست میکردم غذای ایرانی رو. بعد از اون دیگه هیچ وقت من دست به پختن غذا نزدم. الان استینا استادی شده برای خودش، رو غذا درست کردن. تازه من میفهمم من چقدر بد غذا درست میکردم اون زمان. این کلبه رو ما چندین سال پیش درست کردیم، من و همسرم. خواستم که یک جای یه مقدار بیشتر خصوصی باشه، پرایوت باشه برای من. میتونم بگم به جرئت 60% از اوقاتی که من خونه هستم داخل این کلبه هستم. اینجا من سمبول‌های مختلفی گذاشتم، از قبیل چیزهای دستباف ایرانی، سمبولی از فرهنگ نروژی، سمبولی از کوروش بزرگ اینجا و سمبولی از موسیقی که من عاشق موسیقی هستم. و اینجا خودم صدها آهنگ ساختم که هنوز منتشر نشده ولی در آتیه میان دونه دونه. اون پشن آهنگسازی رو اینجا من بیشتر به دست میارم، میشنم فکر میکنم چه ملودی رو دوست داشته باشم، چه ملودی رو باش کار بکنم. سحر بارانی و غرق پایی. این اتاق که میبینید اتاق کار منه، تمرین من، همه چیز اینجا اتفاق میفته. اتاقی هم هست که من خوندن رو تمرین میکنم برای صدام و برای ضبط آهنگ ها و ایراد کوچیکی که در خوندن پیش میاد. وقتی یه چیزی رو ضبط میکنیم میفرستیم برای آهنگساز، آهنگساز ممکنه زنگ بزنه بگه ماهور کلمه ب رو اونجا اشتباه تلفظ کردی یا این. از این استودیو ما استفاده میکنیم، من اینجا دوباره میخونم اون کلمه رو و براشون میفرستیم. کی میفهمه حال و روزم و وقتی به یادت نم نم میبارم. این عکس مادرمه که من تنها عکس کوچیکی که از مادرم داشتم و اونو نقاشی کردم و روی روسری این نقاشی من شعر نوشتم. میدونه وقتی دلتنگم چیزی از خودم یادم نمیاد. من 6 ساله بودم که مادرمو از دست دادم به خاطر بیماری سرطانی که داشت و این مسئله سبب شد که تمام مدیریت و سیستم خانوادگی ما اصلا بپاشه، به خاطری که مادرم تنها کسی بود که همه خانواده رو نزدیک به هم نگه می‌داشت و حتی از نظر محبت، از رسیدگی و از نظر حس عاطفی دادن مادرم تنها کسی بود که تو خونه این نقش رو ایفا می‌کرد. من توی یه خانواده پرجمعیت در مشهد به دنیا اومدم. کوچکترین پسر خانواده بودم. پدر مادر من مهاجر بودن، از ایرانیایی که جدشون ایرانی بوده و مهاجرت کرده به شوروی سابق و باز اینا دوباره به خاطر اوضاع خرابی که در شوروی اتفاق میفته میان مهاجرت میکنن به ایران.
من وقتی مادرمو از دست دادم، چون مادر من خیلی عاشق موسیقی بود، به خاطر این علاقه مادرم و اینکه کلن در خانوادهشون هم نواختن ساز خیلی نرمال بود و داشتن عزیزانی که ساز میزدن، خود مادرم هم خیلی دوست داشتیم مثلا رو، وقتی مادرمو از دست دادم من سعی کردم برم طرف موسیقی. توی مدرسه ما ارگانی داشتیم به اسم شیر و خورشید. شیر و خورشید ارگانی بود که بچه‌ها رو به پیش آهنگی می‌برد و همزمان موسیقی درس می‌دادن، همه سازها رو داشتن و تو مدرسه همیشه اتاقی بود که ساز درش بود که می‌تونستی بری تمرین کنی. که من از به خاطر این عشقم به موسیقی رفتم ثبت نام کردم برای پیش آهنگ بشم و در شیر و خورشید باشم که به من اجازه بدن ساز بزنم. من به صورت خودکار شروع کردم سیستم پیانو رو یاد گرفتن و آکاردئون رو. اونجا این سازها بود، هم آکاردئون هم پیانو، من جفت اینها رو اونجا شروع کردم زدن. از اونجا جریان زندگی من با موسیقی شروع شد. الان میخوام قسمت دیگه ای از این حیات رو بهتون نشون بدم که من خیلی استفاده میکنم توی اواخر بهار و تابستون. وقتی هوا سرد میشه دیگه استفاده از زنگاردن اونقدر مؤثر نیست، چون برگ میریزه و نمیتونین اونجوری تمیز و خوب نگرش دارین، چون باید زنگاردن خیلی خالی باشه از هر چیزی. برای همین سنگ سفید استفاده کردم که چشم آرامش بگیره وقتی اینجا میشین تو زنگاردن. کودی هم که خیلی دوست داره اینجا، وقتی من مدیتیشن میکنم همیشه میاد دوره بر من. فقط کافیه که بودن رو امتحان کنیم. بودن اینه که شما بشینی اینجا و فکر به چیزی نکنی. و فکر نکردن اولین شرط وارد شدن به ذهنه. وقتی اینجا میشینید شما باید مثل طبیعت، حالت طبیعی خودتون فقط نگاه کنید به مسائل. این به شما آرامش خیلی خاصی میده وقتی توی زن گاردن میشینید. و وقتی هوا گرمه خب بیشتر خوشاینده نشستن اینجا. الان جایی که میخوام ببرمتون استودیویی که ما همیشه میریم برای ضبط. همزمان که طبیعت نروژ هم مقدار اینجا ببینید که نروژ کشور کوهستانیه که اغلب سرده، ما 2 ماه تابستون کوتاه داریم و حدود 3.5 ماه روشنی بلند، روزهای بسیار بلند. 1 ماهش اصلا شب نداریم، فقط یک سری روز، صبح تا شب همش خورشید رو آسمونه. تا همینجور که ادامه میده حدود 7 ماه تاریکی زیاد داریم. برای بعضی ها میتونه سخت باشه، اونهایی که خیلی اونس به گرم سیری و هوای روشن و آفتاب و خورشید دارن. برای من همیشه یک راهی پیدا میکنم که محیطم رو دوست داشته باشم. احتمالاً من به خاطر بک‌گراند زندگیم عادت کردم که خودمو تطبیق بدم با شرایطی که دور برم هست و این شده یک عادت برای من و برای من سخت نیست. هیچ چیزی نمیتونه سخت‌تر از گذشته خود من باشه برای من. Hello there. Hey. How are you, man? Are you fine? اینجا جزو اون استودیوهایی است که خیلی دقیقاً روی ضبط، برای همین اول هر کسی که میاد ازش سوال جواب میپرسن و این مقدار صداشو چک میکنن که اصلا این خوندن بلده و که وقت نگیره زیاد. معمولا وقتی هم که اینجا ما میایم، اثر جان مدیر برنامه های من آهنگا رو به لاتین مینویسه برای تکنسین که بدون سر کدوم مومنت ها من چی رو میخونم، چی رو تلفظ باید بکنم روی اکسنت های درست ضرب. You hear me okay? I hear you very well. Great. You like the reverb? Yeah, it's just the gain is too much of this mic. Can you bring the gain down a little bit? Okay, yes, I can do. Check it what? Out. Yek, dos, one. Oh, yeah, much better, thank you. Great. All right, let's try it. دل شوره دارم بد تو هواتم درگیر فرمه خاص چشاتم من بی تو هیچم دوری تو بس کن شعر یادم بر اینجا چی بود اصل جان؟
من بی تو هیچم. من بی تو هیچم. ببخش. عذر میخوام. Sorry, one more time. Okay, here we go. فدای تو شاد اگه چیزی ندارم جز قلبم، فدای تو شاد اگه واسه تو باختن عادت شد. How was it? Great, really nice. Okay, we take a break a little bit. معمولا من وقتی میام اینجا همیشه بعد از که ضبط تموم میشه و اونجا مطمئن میشم، خیالم راحت میشه که کار ضبط خوبه، میام کنار این پیانو که یکی از پیانوهای خوبه و گران قیمت اینجاست که خیلی براش ارزش قائلن، این استودیوشون قدیمی هم هست، من میام چون صدای اینو دوست دارم میشنم، همیشه یک دن آهنگ اینجا با این پیانو میزنم. صدای خیلی لطیفی داره این پیانو. هرچی که به ذهنم میرسه همونجا میزنم، فقط برای که با این پیانوی مقدار زده باشم. از آهنگایی که روز میاد پیانوی خوبیه. من به غیر از کلاس‌های دانشکده خودم که انجام میدم، کلاس خصوصی هم دارم. اینجایی که میریم یکی از هنرجویان خصوصیه که من میام درس میدم همیشه بهش و خیلی هم کارش خوبه تو موسیقی. سلام گل من، عزیز من، روزت بخیر. خوبی دختر نازم؟ معمولا وقتی من میام همیشه به هنرجو اول کمکشون میکنم که انگشتاشون رو گرم کنن. بعد آهنگایی رو که تو ذهنشون هست بدون نگاه کردن به نوت بزنن، برای اینکه حافظه‌شون قوی بشه روی آهنگ‌ها. یکی از آهنگ‌های فیوریت منه. بچه‌ها می‌زنن لذت می‌برن. باهاشون می‌خونم من همیشه این آهنگ. من یه سیستمی رو برای خودم درست کردم که از روحی روانی وقتی با بچه‌ها برخورد می‌کنم از اول اینها احساس آرامش بکنن. آفرین عزیزم، آفرین. هی بهتر و بهتر انگشتا دارن سموت‌تر و خیلی نرم‌تر و خوب‌تر حرکت میدی. آفرین. خدا نگهدار. این یکی از این پارکاییه که من خیلی وقتا وقتی احساس تنهایی بهم دست میده میام اینجا. این پارک اسمش ویگیلانس پارکنه. ویگیلان شخصیه که تمام این مجسمه ها رو درست کرده. راجع به زندگی از بد و تولد تا مرگ این پارک. تمام مجسمه هایی که ساخته شده در مورد اینه. من اینجا اغلب و اوقات میام برای که به زندگی خودم خیلی فکر میکنم. زندگی من تلاطم زیاد داشته از بچگی. میتونم بگم من در عنفوان جوانی در اصل از یک فراری از خودم و دنیایی که داشتم، چون خانواده‌ای که با مشکلات دست پنجه نرم میکرد، حالا نشاید از نظر اقتصادی ولی از نظر حسی فرهنگی در فشار بودیم. بعد از اینکه من مادرمو از دست دادم تا حدوداً 14 سالگی در هتل برادرم کار میکردم و مدرسه میرفتم، اونجا میومدم و گاهی وقتا هم به خونه پدری سر میزدم. پدر من مجددا ازدواج کرد با یک فرشته مهربون دیگه که من بهش مامان پری میگفتم، بسیار زن
خوبی بود و من خیلی دوستش داشتم، ولی همون اعمال همون کارها ادامه داشت، همون خشونت‌ها با مامان پریم. یکی از دلایلی که من از هدفم در شروع این نبود که از ایران خارج بشم، اصلا هدفم این بود که از خونه یه جوری رها بشم، روزی به خاطر اینکه من شدیداً جلوی پدرم وایستادم، چون ناگهانی اومدم خونه دیدم مامان پری رو داره اذیت میکنه و همون مشکلات بود، به خاطر این احساس کردم که این خونه جای من نیست و از آن خونه رفتم برای همیشه. این سبب شد که دیگه به جاهای دیگه هم که برادرای خانواده هستن سر نزنم یواش یواش، برای که خودمو یه مقدار غریبه میدونستم توی این مسئله، چون شاید ما اون هماهنگی رو نداشتیم راجع به پدرمون که هممون متحد باشیم بشینیم برای هم فکر بکنیم. بزرگترین اصلی که سبب شد من از شهر خودمون به طرف سیستان بلوچستان برم همین بود. تا سالهایی که وارد نروژ شدم اینجا، بعد از اینجا من تونستم یه مقدار مزه آرامش رو متوجه بشم. این پارک همونجور که گفتم چون قصه زندگی انسانه از بد به تولد تا مرگ، یکی از دلایلی که من خیلی اینجا رو دوست دارم به خاطر همینه، چون هم خوشی‌های انسان رو به یادش میاره، هم مشکلات و گرفتاری و ناراحتی‌ها و یا خاطرات بد انسان رو به یاد میاره و چند تا از این مجسمه‌ها منو خیلی یاد گذشته من میندازه. الان این مکانی که میخوام ببرم تون نشونتون بدم، ورزشیه که من بخش بزرگی از زندگیمو مشغول این ورزش بودم، اسمش از آیکیدو، ورزش ژاپنیه، بسیار قدیمی، از سامورایی ها سرچشمه میگیره. کسی که من باش آیکیدو رو الان تمرین میکنم دوستیه که سالهای سال با هم دیگه ما آیکیدو رو از جوانی با هم شروع کردیم و تمرین کردیم، از من یک درجه بالاتره، استادتره و من ازش خواهش کردم امروز بیاد با هم دیگه مقداری از این ورزش رو نشون بدیم. یکی از قانونهای آیکیدو اینه که کفشا رو همیشه بیرون سالن در بیارین، وقتی وارد میشین سلام به سنسه بزرگ اوشیبا موریهی تعظیم بکنید، برای احترام که برگزار کننده آیکیدو بوده در اصل، کسی که آیکیدو رو درست کرده، پیدا کرده، جمع‌آوری کرده، تکنیک‌های سامورایی رو ایشون بوده. من آیکیدو رو از میتونم بگم 16 سالگی شروع کردم و منبع اصلیش که تکنیک های اصلی رو یاد گرفتم در نپال بود. 3 سال در نپال در کاتماندو من وقت صرف کردم برای آیکیدو و 1 سالم برای مدیتیشن اونجا تعلیم دیدم و بعد طی سفرهای متعدد به کشورهای مختلف آخر قرعه به نام نروژ افتاد که من اومدم نروژ. وقتی وارد نروژ شدم به خاطر تحصیلی که کرده بودم در جرم شناسی مقداری هنوز تمومش نکرده بودم و آیکیدو و ورزش‌های رزمی دیگه که انجام میدادم، استخدام زندان اصلی اینجا شدم، نروژ شدم به عنوان جرم شناس و شغل اصلی من این بود که زندانی طویل مدت داشتن، کسایی که جرم طویل مدت داشتن، اینها رو به صورت اخلاقی و روانی ترمیم کنیم که وقتی به جامعه برمیگردن یه زندگی نرمالی رو شروع بکنن. از اونجا من شروع کردم وارد آیکیدوی اسلو هم شدم که ترون از یکی از بهترین دوستایی بود که روز اول، اون موقع خیلی جوان بود، خیلی شاداب بود، به استقبال من اومد تو آیکیدو و ما با هم دیگه تمرینمون رو شروع کردیم. من از ترون خیلی چیز یاد گرفتم که مثل خانواده میمونه برای من. I'm telling you, you're like the family for me. قرمه سبزی. It's a قرمه سبزی. I'm telling that you are a kind of master for me, sensei. I have big respect for you. آیکیدو اینجوریه، یک وقتی شما واردش میشه دیگه هیچ وقت خارج نمیشه ازش، تا آخر عمرت با شماست، چون یک پرینسیپ خاصی برای اخلاق و رفتار و کردار و رسپکت، احترام داره، احترام متقابل به استاد خودت و کسی که حتی یه روز از تو زودتر آیکیدو رو شروع کرده، این هست و به من خیلی درس‌های بزرگی آیکیدو داده.
اینجا هم یکی از جاهای دیدنی اسلو هست که در ارتفاعات قرار داره و همه توریست ها میان اینجا و تمام شهر رو از اینجا نگاه میکنن. جای دیدنی قشنگیه. در رابطه با موسیقی، با کار کردن با ایران، قضیه از اونجا شروع شد که من واقعا دوست داشتم آهنگایی رو که میخوام بسازم و اجرا بکنم، آهنگای فارسی که بهشون میخوام رو بیارم، دوست داشتم خیلی فرم خاصی داشته باشه، تکرار مکررات نباشه. روی اینکه روی تک تک آهنگا من خیلی فکر میکردم و وقتی آهنگسازای درست رو پیدا کردم و باهاشون همکاری رو شروع کردم، آهنگی رو ساخته بودم به اسم قهرمان. آهنگ قهرمان در اصل یه آهنگی که من برای تمام قهرمانان وطن ساختم. نام ایران را به هر جا میبری، پرچم ما رو تو بالا میبری. من تلفنی داشتم از فدراسیون ورزشی تهران که ما آهنگ قهرمان شما رو دوست داریم و دوست داریم که شما بیاین ایران، با همه صحبتی داشته باشیم، این آهنگ رو ما استفاده بکنیم برای تمام ورزش‌های داخل کشور. بعضی از عزیزان میگفتن مراقب باش، ولی من میگفتم خب کار کردن با یک ارگانیزیشن نباید مشکلی باشه، چون سیستم دارن، مرتبن، همه چیزشون سر جاشه. خب جلسه اول که صحبت کردم با اینا هم رسما اعلام کردن، کاغذاشو هم دادن که ما این آهنگو می‌خوایم و شما یک آهنگ دیگه هم در عرض 3 هفته تهیه کن برای فوتبال جام ملت‌های آسیای 2019. من به عشقت به نامت ترانه می‌خونم با تموم وجودم کنارت. منم شدم خواننده منتخب اینها برای فوتبال جام ملت‌های آسیا در ایران. آهنگ قهرمان رو من اهدا کردم به قهرمانان وطن، گفتم برای این آهنگ من چیزی نمیخوام از شما. ولی آهنگ دومی که قرار بود تولید بشه بهشون گفتم اینو من انجامش میدم و شما هزینه ها رو با شما هماهنگ میکنم. این اتفاق نیفتاد و من هم تنها چیزی که با خودم آوردم اون خاطره قشنگی بود که از مردم ایران و عزیزانی که طرفدار منن با خودم آوردم و این به این افتخار میکنم. این کلیسای قدیمی 1000 سال قدمت داره، محلیه که من با ارکستر اینجا تمرین میکنم و افتخار میکنم که خودم آلوده هیچ نوع راند بازی و راندخاری و از این کارا نکردم. و افتخار میکنم که من یک معلم موسیقی ساده هستم و یک خواننده و مردم منو دوست دارن و منم عاشقانه میپرستم بهشون. دشت و صحرا میگی امشو چراغونه. I miss you. All of you. Hello dear. اعضای بند من هستن، قدیمی ترینشون حدود 5 ساله که با من کار میکنه و یک دختر فرانسوی رهبر ارکستر که اسمش اومبلینه که ویولون میزنه و رهبر ارکستر من. بقیهشون همشون بچهای نروژی هستن که فارغ التحصیل از دانشگاه موسیقی اسلو هستن. اینجا
Lovely. Lovely. Thank you. That was great.